تنفسی و اجتماعی سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش اومدین به برنامه سلام سلام بر شما تشکر ممنون قای واصل زاده آن چنان که شما در گزارش مشاهده کردین نتیجه یک پژوهش در ولایت هرات بیانگر این است که همگی جریان های دینی موافق هستند بر تامین صلح در افغانستان و پایان جنگ اما بخش های دیگر به این باور هستند که پرسی صلح افغانستان پرسی افغانی نیست و ای به با طرف افغانی شدن دیدگاه شما در در مورد این پروژه داشته باشه تشکر اجازه بدین یک کمی از نگاه دینی هم مده ای رابطه روشنی بندازم صلح از طرف خداوند در قرآن کریم خیر خونده شده ما جهاد داریم جنگ داریم یعنی وقتی که مورد تجاوز قرار میگیریم باید از خود دفاع کنیم این جهاد جهاد از نظر به حدیث شریف یعنی برای نفس به خاطر حق خدا از کسی گرفتن و متجاوز در جایش نشاندن اما یک جهاد دیگه هم است که به نام جهاد اکبر است و این مشکل ترین کار است چون این جهاد برای نفس نیست بر ضد نفس است مولانا رومی یکی از شخصیت های بزرگ و افتخار افغانستان میفرمای میگه که وقتی که پیغمبر صلی الله از جهاد جنگ بدر, احد بدر برگشتن بر گفتن که ما حالا جهاد اصغر تمام شد بسیار زخمی شده بودن قربانی داده بودن به جهاد اکبر میپردازیم مولانا صاحب میگه باز گشته از جهاد اصغریم با نبی اندر جهاد اکبریم سهل دان شیری که صفها بشکند کسی که ما قهرمان میگیم شیر میگیم و در میدان جهاد و جنگ میرزمه این میگه که قهرمان حقیقی نیست سهل دان شیری که صفها بشکند شیر آن است آن که خود را بشکند در صلح ما با خود می جنگیم چون اقده داریم صدمه دیدیم و باید از این بگذاریم این اطاف بزیری کنیم از نگاه علمای دین که می ما موافق هستم سال باید در بین افغان بین الافغانی صورت بگیره به خاطری که سرنوشت افغان ها در مطرح است و هر قدر خارجی در دا نقش داشته باشند ای پروسه به موافقت تام و آم و تامی که خواهان از او ما هستیم نمیرسیم بله آقای واسل زاده بیان روی از صحبت بکنیم پروسه سر افغانستان که در حال حاضر در جریان است شما چگونه ایران میبینین توافق قرار است با طرف آمریکا و طالبان صورت بگیره چی نوع یک توافق خواهد بود آیا منجر میشه بر بدل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طرف طالبان صورت بگیره و این سبب آمدن صلح در افغانستان شود ببینید مردم افغانستان یک تجربه تلخ با انسحاب و خروج خو... قوای اجنبی که متجاوز بود در افغانستان یک بار یک تجربه تلخ داشتند با مال. با امپریالیسم شوروی سرخ از این خاطر ما فعلا بسیار در رابطه کمی نگران هستیم چون امریکایی آمدن 18 سال هر جایی خواستن بمباردمان کردن درست است که از نظام دفاع کردند ولی خرابه های هم از اونا باقی مانده و کشتاره های کردند امروز نباید با یک توافق بسیار سطحی که اینا بخواین افغانستان را ترک کنند بدون مسئولیت اینا باید مسئولیت پذیر باشند و طالبان اینا خودشان گفتند که یک نیروی به اصطلاح تروریستی است و بعد هم خانم کلینتین و اوباما گفتند که دیگه خطر القائده از افغانستان از بین رفته با طالبان ما دیگه جنگ نداریم و این خاطر امروز باز هم اینا میاین با یک جریانی که خودشان او را تقبی میکنن بر ضد 16 سال جهاد کردند جنگ کردن ببخشین و اونا را در ملت ما برگردی ملت ما آوردن آکم ساختن تمویل کردن امروز ما یک قرارداد و اینا را با طالبا از طرف امریکا یک جانبه بدون رژیم یا دولت اسلامی افغانستان نامعقول می دانم. و این خطر بزرگی است بر افغانستان چون آقای ترامپ فعلا مسائل انتخابات هست است می برای ملت خود یک پوینت مثبت یک کریدیت یک اعتبار،, اعتبار داشته باشه از این خاطر دفتن میخوای یک دستاور داشته باشه که این اما در افغانستان سال آورده در حالی که این سال سال حقیقی نیست که ما خوان از بله اما آقای زاده چه چیز سبب شد که طرف امریکا برای با طالبان در مورد خروج نیروهای امریکا اینا صحبت داشته باشند خوستین توافق میانه هر دو طرف طالبان و امریکا صورت میگیرن حکومت افغانستان در میان نیست حتی تاکنون متن این توافقنامه هم در اختیار حکومت افغانستان در اختیارشان گذاشته نشده بیانگر چه چی چیزی همین است پس با این طرف با این روند که در جریان است مردم انصار نداشته باشند که صلح و در افغانستان تامین خواهد شد می‌خوایم شما و همه ملت ما همه جهان اما در صلح باید پیامدش رفاه و آسایش و امنیت باشه هر وقت که شوه ولو با طالبا هم مذاکرات میشه توافقات صورت میگیره ما قبول داریم اما اینا نمیخواین که طالبان منیس یک بخش از ملت افغانستان در از مجرای قانون اساسی داخل افغانستان شوند بلکه میخواین اختیارات عام و تام به اونا بتن و امریکا بر شما گفتم از یک طرف نمیخواد ساکرشان اینجا کشته شوه. قربانی بتن دیگه از زیر فشار هستن دیگه نمیخواین که از اینای اقتصادی داشته باشن و سیم مسئله انتخابات آقای ترامپ است امی که انتخابات بگذره شما باز هم ببینین که جنگ به نام داعش و القاعده در افغانستان آغاز میشه ولی با طالبا سلبیه انگیز های امریکا امی است و ای یک بازی بسیار خطرناک است برای سرنوشت ملت ما ملت آگاه باشه طالبا آگاه باشه عذاب سیاسی دولت اینا باید خودشان بین خود اتحاد اتفاق کنند اگر نکنن به سرنوشت صد سال گذشته که تا امروز ملت ما متاسفانه از ضربات محکم از زمین های میبینن ما بازم بر نسل های آینده یک افغانستان ویرانه و خراب شاید تقدیم کنیم اتحاد باید صورت بگیره در حال که طرف طالبان حتی حاضر نیستن با نمایندگان حکومت افغانستان دیدار داشته باشند یا حکومت افغانستان را بر رسمیت بشناسن؟ به خاطری که حکومت افغانستان سبغه و انصر اسلامی و شریعت دی کم است باز دیدگاه طالبا و باید این اصلاح شوه این مثلا در, در, در کدام موارد در در همه موارد شما میبینین فساد اداری هست مسائل جنسی هست تجاوز هست کارهای هم در اینجا صورت میگیره که مورد تایید طالبان چی که مورد تایید هیچ کس نیست و باید اصلاح شود آقای اشرف غنی جناب رئیس جمهور و دولت مردان باید به این توجه کنند اگر این روند در این رابطه کار کنند طالبان هم تا اندازه هم شاید تمایل پیدا کنند که بدون از او تمامیت خواهی که امارت اسلامی بیاید با دولت توافق کنند و یک طرح بسیار جامعی کار داره افراد باید این طرح را عملی کنند که اینا خودشان در فساد در کشتار در جنایت دست نداشته باشند بله آقا زمان, زمان که تا... حکومت یا حکومتداری در افغانستان به شکل اسلامی نیست که شما بر از او اشاره کردین در برخ از موارد باید اصلاح شود کارکرد را که تاکنون طالبان داشتن جنگ را که تاکنون طالبان داشتن آیا از دیدگاه اسلام رواست؟ ببینین ما این رمیش رد کردیم اسلام دین متدل است نه افراد میپذیر نه تفرید بله. دولت در یک تفرید است کمبود است از نگاه رنگ شریعت و اسلام و طالبا هم بسیار تند میکنن به نام دین به نام الله اکبر مردم رو میکشن هر دوی از محکوم است از دیدگاه اسلامی و از متن دین و از آیات قرآنی به این خاطر اونا هم باید یک مقدار پیشتر گفتم که این اطاف پذیری از موقف خود بگذارن اینا هم تا یک نقطه مشترک ایجاد شد این نقطه مشترک باید یک برد مشورتی یک اهل خبره افراد خیرخواه و خیراندیش باید یک مجتمع را بسازن تا ای که در صلح کار کنند بله خانم اصل زاده ما پس از توافق سال میان آمریکا و طرف طالبان میریم بر آغاز, آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طرف طالبان آمادگی حکومت بر این مذاکرات شما گونه بینین و چی چیزی از طرف حکومت افغانستان در این مذاکرات با طرف طالبان مطرح شده خب دولت ما که دیدم مصاحبه آقای رئیس جمهور هنوز آماده نیستن چون یک آیاتی که یا 15 نفر تشکیل بتن ایایت هنوز مشخص نشده و اینا چی آجندایی داشته باشن برای مسا... بر مذاکرات ای هم هنوز تعیین نشده و ای هم بینیم که در اینجا هم تنبلی و سهلنگاری صورت میگیره دولت باید عذاب بزرگ تمام نیروهایی که داخل دولت هستند با دولت همدست هستند یا در حیطه قدرت دولت هستند اینا رو باید راضی بسازند بارها گفتیم حزب اسلامی افغانستان یک حزب بسیار قوی است باید دولت رضایت حاصل کنه جمعیت اسلامی در چوکات دولت جمعیت اسلامی در چوکات دولت است اما راضی نیست آقای کرزی هم تمایل زیاد با طالب داره و ما باید با تمام نیرو از تشکیل یک حکومت موقت باید اصلا اجتناب کنیم و مانی ازی شویم این مهمترین کار است چرا اگر حکومت موقت می آید این نظام ازم می پاشه ما به سوی چی میریم جنگ و بدبختی بله تشکر سپاس از این که شما با منو رفتن خیلی سپاس از شما